سامسونگ توی سال 2022 تغییرات اساسی روی پرچم‌داراش نداد و بیشتر روی بهبود عملکردشون تمرکز کرد. گلکسی S22 اولترا تنها پرچم‌دارش بود که دچار تغییرات خیلی زیادی شد و خاطرات نوت رو برامون زنده کرد. سامسونگ توی سال جاری تونست محصولات خیلی با کیفیت رو ارائه کنه، اما همچنان درها رو برای پیشرفت هم باز گذاشت. گلکسی S23 سریای جدید سامسونگن که امسال توی سال 2023 منتظر دیدنشون هستید. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما امسال قراره که سامسونگ دوباره یه سری ارتقای جزئی روی گوشیاش انجام بده یا قراره شاهد یه سری تغییرات خیلی بزرگ باشید؟ با من نیلوفر توی استودیوی کالاتیک همراه باشید تا همه چیز درباره پرچم‌داران سری S سامسونگ برای سال 2023 رو با هم مرور کنیم. سامسونگ رسما تایید کرده که اولین رویداد آمپک در 1 فوریه یا همون بهمن 1401 برگزار خواهد شد. طی این رویداد سامسونگ قصد داره که از سریای بعدی گلکسی رونمایی کنه. پس برای دیدن گوشی‌های جدید کمتر از چند هفته فرصت باقی مونده. رویداد آمپک به صورت حضوریه، ولی افرادی که نمیتونن توی مراسم حضور داشته باشن میتونن اونو به صورت زنده تماشا کنن. رویداد آمپک در 10 صبح 1 فوریه آغاز میشه و اگر دوست دارین که این رویداد رو به صورت زنده ببینید میتونید وارد وبسایت رسمی سامسونگ بشین و اون رو تماشا کنید. اطلاعات دقیقی از قیمت این سری وجود نداره. ما شک داریم که سامسونگ قرار قیمت‌ها رو افزایش بده یا نه. اما با توجه به ارتقاهایی که سال‌های گذشته روی پرچم‌داراش دیدیم، بدون افت کیفیت امکان کاهش قیمت واقعا وجود نداره. اما توی سال 2021 سامسونگ با عرضه سری S21 تونست قیمت‌ها رو به طرز قابل توجهی کاهش بده. به هر حال تا زمان مشخص شدن دقیق قیمت‌ها نمی‌تونیم حدس بزنیم که قیمت این پرچم‌دار چقدر خواهد بود. قبل از اینکه بریم سراغ طراحی و اطلاعات و لو رفتهش بگم که اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین از این پایین سابسکرایب کنین و با لایک کردنتون باعث بشین که این ویدیو به کاربرای بیشتر نمایش داده بشه. قبلا چند تا رندر ازشون فاش شده که اولیش برای S23 پلاس، دومی برای S23 وانیلی و آخری هم برای S23 اولترا بوده. وانلیکس که معمولا رندراش دقیقه تا یه توییت اومده اعلام کرده که طراحی S23 اولترا دقیقا مشابه S22 اولترا و این دو گوشی طراحی یکسانی داره. برجستگی دوربین که طی چند سال اخیر به این مشخصه سری S تبدیل شده بود از بین رفته و با کپی از لنزهای بیرون زده S22 اولترا جایگزین شده. دیدن از بین رفتن این طراحی یکم سخت بود چون یکی از بهترین طراحی‌هایی بود که سامسونگ طی سال‌های اخیر انجام داده. آیس یونیورس یه منبع معتبر سامسونگ اومده گفته که بزرگترین تغییر توی صفحه نمایش این سری رخ میده و مثل مدل‌های سال قبل خمیدگی کمتری دارن. اما دقیقاً نمیشه گفت که طراحی‌ها دقیقاً همینن چون ما غیر از مدل اولترا هنوز پیش نمایش دقیقی از سری‌های دیگه ندیدیم. طبق شایعات و اخبار منتشر شده هر سه مدل S23 صفحه نمایشی برابر با سالهای قبلشون دارن. بنابراین 6.1 اینچ برای S23، 6.6 اینچ برای S23 پلاس و 6.8 اینچ برای S23 اولترا در نظر گرفتیم. پس با توجه به این حسیات رزولوشن‌هاشون هم مانند سالهای قبلشونه. S23 و S23 پلاس 1080x2340 و S23 اولترا 1440x3088. اطلاعات خیلی زیاد و دقیقی درباره حسر اثر انگشتش در دسترسمون نیست، اما یه افشاگر توییتری اومده گزارش داده که احتمالاً سامسونگ برای حسگر اثر انگشت از سنسور دیسونیک مکس 3 کوالکوم تو S23 استفاده میکنه. این حسگر قبلا تو ویوو X80 پرو استفاده شده بود که بزرگتر و سریعتر از حسگرهای سایر رقباه. با استفاده از این حسگر شما میتونین آپشن‌های امنیتی خیلی بیشتری داشته باشین و برای اسکن انگشتتون لازم نیست که حتما اون روی نقطه دقیق بذارید. حتی میتونین دو تا اثر انگشتتون روی صفحه نمایش بذارید و اسکن کنید. استفاده از صفحه نمایش خمیده برای S23 اولترا چندان منطقی به نظر نمیرسه چون برای استفاده از گوشی که از S Pen پشتیبانی میکنه نیاز به یه صفحه نمایش صاف دارید، اما به نظر میره که سامسونگ قراره همون رویه رو پیش بگیره. سامسونگ برای گوشی S23 و S23 پلاس قراره که از صفحه نمایش هیبریدی LTPS استفاده کنه که میزان نرخ تازه سازی 48 تا 120 هرتز رو میده. همین هم باعث میشه که باتری بهینه‌تر مصرف بشه. طبق شایعه‌های منتشر شده میزان روشنایی صفحه نمایش گوشی S23 اولترا قراره که به 2200 نیت برسه و از بهترین صفحه نمایش برای این گوشی استفاده بشه. چون سامسونگ صفحه نمایشاشو به خوبی کالیبره میکنه، پس رسیدن به چنین اعدادی خیلی تعجب‌آور نیست.
طبق اخبار و شایعات منتشر شده، سامسونگ قرار نیست که امسال توی سری S23 از سرشه اگزینوس استفاده کنه. قرار از اسنپ دراگون 8 نسل 2 تو تمام سریای S23 استفاده کنه که یکی از قوی ترین و جدیدترین تراشه‌های موجود سال جاریه. پارسال مدلایی که از سرشه اگزینوس استفاده کرده بودن خیلی باگ و مشکلات زیادی داشتن و این میتونه یکی از قوی ترین دلایلی باشه که امسال سامسونگ دیگه قصد نداره که از اگزینوس توی سریای پچندارش استفاده کنه. دوربین یکی از اصلی ترین و مهمترین بخشای گوشیه که خریدارای خیلی زیادی قبل از خریدن گوشی بهش توجه میکنن. طبق شایعه‌های پخش شده S23 اولترا قرار از یک لنز 200 مگاپیکسلی و سنسور ایزوسل HP1 استفاده کنه. توی سپتامبر 2021 سامسونگ از این سنسور مرونمایی کرد و توی هیچ کدوم از گوشیاش استفاده نکرد. ما حس میزنیم که سری S23 قرار اون پرچم‌دارایی باشن که میخوان از این سنسور استفاده کنن. البته موتورولا X3 پرو قبلا از این سنسور استفاده کرده و این سنسور ثابت کرده که در شرایط نوری خیلی کم کارایی و بازده خیلی بالایی داره. به غیر از دوربین اصلی، تنها اطلاعاتی که از دوربین S23 اولترا داریم اینه که قرار دوباره از دوربین پیسکوپ 10 مگاپیکسلی با زوم 10 برابری استفاده کنه و هنوز نمیدونیم که اون یکی دوربین قرار از سنسور 10 مگاپیکسلی با زوم 3 برابری استفاده کنه یا نه. علاوه بر این نمیدونیم که امسال سامسونگ قصد داره که دوربین سلفی S23 اولترا رو تغییر بده یا نه. هر سه مدل اولترا سالهای گذشته از دوربین سلفی 40 مگاپیکسلی استفاده کردن و تغییر روشون اعمال نشده. همچنین یه منبعی گفته که ممکنه دوربین S23 و S23 پلاس هم دچار یه سری تغییرات بشه، اما میزان این تغییرات هنوز مشخص نیست. سایت گالکسی کلاو اومده اعلام کرده که قرار نیست که روی لنزهای تلفوتوی مدل‌های پایه تغییراتی اعمال بشه. قرار از همون سنسوری که توی S22 استفاده شده بود و زوم 3 برابری داشت توی مدل S23 و S23 پلاس هم استفاده بشه. سامسونگ البته ممکنه که با ثابت نگه داشتن رزولوشن یه سری تغییرات روی کیفیتش اعمال کنه. همین سایت اعلام کرده که سامسونگ احتمالاً دوربینای سلفی S23 و S23 پلاس رو از 10 مگاپیکسل قرار به 12 مگاپیکسل افزایش بده. البته هنوز نمیدونن که از چه سنسوری قرار استفاده کنه و آیا امسال سامسونگ میخواد دوربین سلفی رو زیر صفحه نمایش استفاده کنه یا نه. البته یه منبع معتبری اومده گفته که هیچ کدوم از مدل‌های سری S23 قرار نیست که از دوربین سلفی زیر صفحه نمایش استفاده کنه. سخت افزار و عرضای رده بالا به یه باتری خوبم نیاز دارن. یه کاربری به نام دگالاکس اومده توی یه توییتی ادعا کرده که امسال سامسونگ میخواد باتری رو طراحی کنه که بدون بزرگتر شدن ظرفیت بالاتری داشته باشه. این کاربر اومده گفته که اولترا قراره باتری 5500 میلیامپر ساعتی، مدل پلاس باتری 5000 میلیامپر ساعتی و مدل پایه قراره که باتری 4500 میلیامپر ساعتی داشته باشه. اما اکثر کاربرا با این نظریه مخالفن و آیس یونیورس اومده ادعا کرده که اولترا قراره مثل سال قبل باتری 5000 میلیامپر ساعتی داشته باشه، ولی در مورد مدل‌های دیگه هیچ صحبتی نکرده. توی این ویدیو سعی کردیم هرچی خبر و شایعه در مورد سری S23 سامسونگ میدونستیم بهتون منتقل کنیم. حالا دیگه خیلی هم زمان زیادی نمونده و باید منتظر باشیم ببینیم سامسونگ امسال چه سورپرایزی برامون داره. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. بهتون نگه که این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو توی کامنت‌ها برامون بنویسید. بیشتر روی بهبود عملکردشون تمرکز کرد. گلکسی S22 سامسونگ توی سال 2022 تغییرات خیلی زیادی روی پرچم خم گرم جو بودم تا همه چیز درباره سری پرچمدارانه سری S پرچمداران سامسونگ درست دارم میگم دیگه سری S سامسونگ رو برای سال پیش دارم یه غیر روز دیگه ضبط کنیم. اطلاعات دقیقی در مورد قیمت های مدل این سری چی تو من میگم؟